دوستی و معاشرت با دیگران چه ضرورتی داره؟ و شما فرمودید که در برخی از فرهنگ ها ممکنه که عزلت و گوشه‌نشینی برای یک سری افراد یک ارزش تلقی شود و یک کار را داشته باشن. در اسلام چگونه است خانم دکتر؟ بله، ما در اسلام و در تاریخ اسلام وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم که افرادی بودند که آمدند و اینطور با خود خو سنجش کردند و گفتند که خب یک گناه است به نام غیبت، بله، یک گناه دیگه است ممکن است به نام دزدی باشه، تهمت باشه، دروغ باشه. گناهان مختلفی وجود دارند و گفتند که خب ما اگر میخواییم که گرفتار چنین گناهانی نشویم باید چیکار کنیم؟ با دیگری مردم ارتباط خود را قطع کنیم. بله، که گرفتار دزدی، دروغ، غیبت نشویم. بله بله، یعنی افرادی بودند که چنین تصوری داشتند و میگفتند که خب اگر قرار است که گناه نکنیم خب باید که از مردم جدا شویم و ظاهرا تلاش هایی داشتند برای اینکه ارتباط از خود خود را با مردم دیگه کم کنند. بله، حضرت رسول یک روایت بسیار زیبا دارم در پاسخ به چنین افرادی و یعنی روایت میتونه که برای ما هم چراغ باشه و کلید باشه برای که بفهمیم که ما چطور رفتار بکنیم. حضرت میفرمایند که در دین من روحانیت، سیاحت و خاموش ماندن نیست. شما ترک دنیا نمیتونی بکنی. سیاحت به این معناست که به غار و به کوه و اینها پناه ببری و تنها زندگی کنی. این هم در دین من نیست. خاموش ماندن هم در دین من نیست. یعنی من یک دینی رو برای شما معرفی کردم که در اون دین تو باید در اجتماع رشد کنی. تو نمیتونی به خاطر که گناه نکنی از مردم کناره بگیری. در بیان مردم باش و گناه نکن. چون او وقت است که گناه نکردن تو ارزش داره. اگر که تو دسترسی به جرم نداشته باشی و گناه نداشته باشی، جرم بکنی. بله، تو چطور میتونی بگویی که من یک انسان پاک است؟ تو باید در موقعیت انتخاب قرار بگیری و تصمیم بگیری که گناه نکنی. مثل یک نفر که خانم دکتر نان در خانه ندارم، از صبح تا شام گوشنه ماندم، میگه چقدر روزه خوب ما گرفتم، در حالی که اگر که نان در خانه میداشت شاید که هزار بار همون نان میخورد و روزه خود میشکست. بله، و ببینید که باز از طرف دیگه امام علی علیه السلام یک روایت بسیار زیبا هم از ایشان هست که میفرمایند از جدایی بپرهیزید، از اینکه از جمع جدا شوید و تنها بمانید. چرا اتفاق میفته؟ چرا این کار را بکنید؟ به خاطر که آدم تنها نصیب شیطان میشه.